سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با کمردرد و سوخت و ساز بدن صحبت کنیم و حرکتی مفید برای بدن، کمردرد، سوخت و ساز بدن، ذهن و روان رو به شما معرفی کنیم. اگه برای اولین باری که وارد کانال فارسی مدیا شدید، لطفاً از این طریق ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما بزنید. لطفاً پس از دیدن این ویدیوهای موجود در کانال رو هم از دست ندید و از اطلاعات موجود در اونها استفاده کنید. تمرینات با وزن بدن در دنیای فیتنس به دلیل عملی بودن و به سادگی فرم گرفتن اندام با استفاده از وزن بدن جایگاه خاصی پیدا کرده. حرکت پلانک یکی از تمرینات با وزن بدنه که هرگز از مد نمی‌افته و یکی از مؤثرترین تمریناته که میتونید انجام بدید. چرا؟ چون به وقت کمی نیاز داره و فرصتی برای رسیدن به نتایج اصولی و واقعی در زمانی نسبتاً کوتاه. عضلات شکمی تنها گروه عضلانی در بدن ما هستند که به استخوان مربوط نیستن و این یعنی اینکه باید تمام پشت و ستون فقراتمون رو حمایت کنید. به همین منظور این عضلات نقش حیاتی در پیشگیری از آسیب‌ها دارن. با این حال برای اینکه عملکرد موفقی داشته باشید، عضلات میان تنمون باید قوی بوده و مرتبا مورد تمرین باشن. تمام اینها یعنی اینکه انجام هر روز پلانک راهی عالی برای تقویت میان تنه بوده و در نتیجه ستون فقرات هم حمایت میشن. گروه کانال فارسی مدیا برای شما توضیح میده که اگه هر روز پلانک انجام بدید چه اتفاقی میفته. پس همراه کانال فارسی مدیا باشید. حرکت پلانک میان تنتون رو تقویت خواهد کرد. پلانک تمرینی ایدئال برای عضلات شکمیه و تمام گروه‌های عضلانی اصلی میانه رو در بر می‌گیره که شامل عضلات عرضی شکمی، عضلات راست شکم، عضلات مایل خارجی شکم و عضلات سرینیه. اهمیت تقویت هر گروه عضلانی رو نمیشه دست کم گرفت چون تمام گروه‌ها هدف خاص خودشون رو دارن. اگه شما می‌خواید این گروه عضلانی رو تقویت کنید، باید به این نکات توجه کنید. عضلات عرضی شکمی توانایی زدن وزن‌های سنگین‌تر رو بیشتر می‌کنه. عضلات راست شکم عملکرد ورزشی رو بهتر میکنه، مخصوصا در پرش. این گروه عضلانی همچنین مسئول ایجاد همون ششتکه معروف هستن یا همون سیکس پک. عضلات مایل خارجی شکم ظرفیت خم شدن پهلوها و چرخش کمر در حالت ثابت رو بیشتر میکنه. و عضلات سرینی کمری حمایت شده و باسنهای قوی و خوشنده میخواهید گرفت. ریسک آسیب کمر و ستون فقرات رو کاهش خواهید داد. انجام پلانک به شما اجازه میده به جز عضله‌سازی مطمئن بشید که فشار زیادی به ستون فقرات و لگن‌ها وارد نمی‌کنید. طبق گفته محققان، انجام پلانک به طور منظم نه تنها تا اندازه‌ای قابل توجهی درد کمر رو کاهش میده، بلکه عضلات رو هم تقویت کرده و حمایتی مستحکم برای تمام پشتتون فراهم می‌کنه، به ویژه در نواحی اطراف بالای کمر. با حرکت پلانک سوخت و ساز عمومیتون افزایش پیدا می‌کنه. تمرینات پلانک راهی عالی برای به چالش کشیدن تمام بدنتونه، چون انجام روزانه اون کالری سوزی بیشتری نسبت به هر تمرین شکمی سنتی دیگه ای داره، مثل کرانش دراز نشست. عضلاتی که با انجام روزانه پلانک تقویت میشن تضمینی برای کالری سوزی بیشتر حتی در حالت نشسته هستن. اگه بیشتر روزتون پای کامپیوتر هستید، این تمرینات از اهمیت خاصی برخوردارن. همچنین اگه پلانک رو 1 تا 10 دقیقه در خونه قبل یا بعد از کارتون انجام بدید، نه تنها میزان متابولیسم رو افزایش میدید، بلکه میتونید مطمئن بشید که این سرعت متابولیسم تمام روز باقی خواهد موند. بله، حتی وقتی که در خواب هستید. تا اندازه چشمگیری وضعیت بدنتون بهتر خواهد شد. انجام تمرینات پلانک تا حدود زیادی توانایی شما را در حفظ وضعیت راست و ثابت بدن بالا خواهد برد. با تقویت میان تنه میتونید وضعیت مناسب بدنتون رو همیشه حفظ کنید، چون عضلات شکمی تأثیر بنیادی روی شرایط عمومی گردن، شانه ها، سینه و کمر داره. حرکت پلانک تعادل کلی بدنتون رو بهتر خواهد کرد. آیا تا کنون احساس کردید وقتی سعی میکنید روی یک پا بایستید، نمیتونید بیشتر از چند ثانیه راست بایستید؟ دلیلش این نیست که مست هستید، مگه اینکه واقعا باشید، بلکه علتش اینه که عضلات شکمی شما به اندازه کافی قوی نیست تا به شما تعادل لازم رو بده. با انجام تمرینات پلانک جانبی و پلانک کششی تعادل بیشتر شده و عملکردتون در هر نوع فعالیت ورزشی بیشتر خواهد شد. مورد بعدی، انعطاف بدنیتون بیشتر خواهد شد.
انعطاف پذیری یکی از فواید کلیدی انجام منظم و مرتب پلانک. برای این شکل از تمرینات پلانک تمام گروه عضلات پشتی رو بکشید، شانه ها، کتف ها و ترقوه. همچنین عضلات همسترینگ، قوس کف پا و انگشتان رو هم بکشید. با افزودن پلانک جانبی میتونید روی عضلات موربتون هم کار کنید. با کشش بیشتر انگشتان پا هم میتونید از فواید بیشتری بهره مند بشید. حرکتی که برای حمایت از وزن بدنتون مهم و اساسیه. مورد بعدی شاهد فواید ذهنی هم خواهید بود. تمرینات پلانک تأثیرات خاصی روی اعصاب ما دارن و در نتیجه تأثیرات عالی روی روحیه عمومی ما دارن. حالا میگی چگونه؟ خب با کشش گروه عضلانی که مربوط به استرس و تنش در بدن هستن. فقط در این مورد فکر کنید. روی صندلیتون نشستید، در خانه یا در محل کار. تمام روز عضلاتتون منقبض شده. پاهاتون به خاطر ساعت‌های متمادی خمیده بودن، سنگین شده و تنش و فشار به دلیل تمام روز قوز کردن به شونه‌هاتون رسیده. اینها تمام موقعیت‌هایی که روی عضلات و اعصاب فشار زیادی وارد می‌کنن. خبر خوب اینه که تمرینات پلانک نه تنها به مغزتون آرامش میده، بلکه علائم استرس و افسردگی رو کاهش میده. البته اگه پلانک رو جزئی از زندگی روزمره‌تون کنید. مورد بعدی پلانک برای تقویت پا. پلانک جانبی یک جسته بدنه که خیلی زیاد کار میکنید و پاها در برابر آسیب هم استثنا نیستن. پاهاتون به خصوص پای حامی رو درگیر کنید تا به شما کمک کنه خودتون رو بالا نگه دارید. میخواید حسه بدن کار کنه، اما شما نمیخواید همه کارها رو خودتون انجام بدید. درست مثل بازوها، زانوی حامی رو قفل نکنید، چون قطعا بیش از خوب شدن آسیب خواهید دید. مورد بعدی شما شکل و عملکرد عضلات شکمی رو بهبود می‌بخشید. پلانک یک تمرین ایدئال برای عضلات شکمه. دقیقاً به این دلیل که تمام گروه‌های اصلی عضله از جمله عضله عرضی، عضله راست شکم، عضله مورب خارجی و سیرینی درگیر میشن. اهمیت تقویت هر گروه عضلانی رو نمیشه دست کم گرفت، چون همه این گروه‌ها هدف خاص خودشون رو دارن. هدف‌هایی که در اول ویدیو به اون اشاره کردیم. و در آخر انجام حرکت پلانک. مکانی رو انتخاب کنید که بتونید تمام طول بدنتون رو اونجا کشش بدید. استفاده از تشک ورزشی محافظت کافی رو به شما میده که چهار دست و پا و راحت‌تر قرار بگیرید. از حالت پلانک شروع کنید. در حالی که ساعد و انگشتان پا روی زمین قرار دادید، به روی زمین قرار بگیرید. آرنج های شما مستقیما زیر شونه های شما قرار دارن و ساعد ها به سمت جلو قرار دارن. سرتون رو ریلکس قرار بدید و باید به زمین نگاه کنید. عضلات شکم خودتون رو سفت کنید. ناف خودتون رو به سمت ستون فقرات بکشید. بالا تنه خودتون رو سافت، سفت و محکم نگه دارید و بدن رو از گوش تا انگشتان پا بدون افتادگی و خم شدن در یک خط مستقیم قرار بدید. این وضعیت خونسا برای ستون فقراته. اطمینان حاصل کنید که شانه ها پایین باشن و به سمت گوش های شما کشیده نشن. پاشنه های شما باید بالای انگشتان پاتون باشن. این وضعیت رو به مدت 10 ثانیه حفظ کنید. روی زمین پایین بیایید. با گذشت زمان تا 30-45 تا 60 ثانیه کار کنید. امیدوارم از اطلاعاتی در اختیار شما عزیزان قرار دادیم لذت برده باشید. بدرود.